هممون میدونیم که یک رابطه خوب از چهار فاکتور تشکیل میشه. یک، عشق و علاقه. دو، صداقت. سه، احترام به همدیگه. چهار، رابطه جنسی. شما اگه هر چهار تا این رو نداشته باشین، یعنی هر چهار تا رو فاکتور رو توی رابطتون نداشته باشین، خواهد لغزید و خواهد لرزید. ولی امروز به یکی از پایه‌های اساسیش فکر خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد در رابطه پش، در رابطه با رابطه جنسی توی یک رابطه خوب. رابطه جنسی بین زوجین شاید در طول هفته، در طول یک ماه به دفعات مختلف اتفاق بیفته، نسبت به اگریمنت یا نسبت به قراردادی که طرفین دارن نسبت به همدیگه، ولی هرچند کم یا زیاد نقش بسیار اساسی توی رابطه رو خواهد داشت. پس باید بدونیم که چطور این رابطه رو برقرار بکنیم و چه چیزهایی رو در نظر بگیریم که شاید تا حالا در نظر نگرفتیم. سلام، رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمتتون. امروز در رابطه جنسی صحبت خواهیم کرد، رابطه ای که یکی از پایه‌های اصلی برپا نگه دارنده یک رابطه خوب عاشقانه و یک زندگی خوب هستش بین شوهر و همسر. امروز صحبت خواهیم کرد که به چه شکلی و با رعایت کردن کدوم فاکتورها میتونیم زندگی سالمتر و شادتری داشته باشیم. مورد شماره یک، هر چقدر مشغول هستین، میدونم زندگی امروزی خیلی پیچیده هست، مشغول هست، هممون توی جنب و جوش هستیم که زندگی رو به صورت کامل مثلا جلو ببریم، ولی فراموش میکنیم رابطه جنسیمون رو. یادتون باشه یکی از تفاوت‌های اساسی اون موقعی که شما ازدواج نکرده بودین با موقعی که ازدواج کردین و با همسرتون یا شوهرتون در یک جا زندگی میکنین این هستش که شما نیاز جنسی هم رو برطرف بکنین. پس یادتون نره تحت هیچ شرایطی رابطه جنسی بین خودتون و خانمتون رو فراموش نکنید. این ویدیو بیشتر برای آقایون هستش و اونها هستن که یه سهم اساسی توی رخت خواب رو بر عهده باید بگیرن، گرچه طبیعتاً خانم‌ها هم به عنوان زوجشون یک وظیفه‌ای دارن، ولی توی این ویدیو سعی خواهم کرد بیشتر به اون نکاتی که آقایون باید رعایت بکنن تا یک رابطه جنسی لذت بخش رو با خانمشون، با همسرشون داشته باشند رو به شما بگم. دو، آقای محترم، وقتی که میخوای به رابطه جنسی شروع بکنی یادت باشه که همه چیز بر اساس اون چیزی که توی ذهن تو هست نباید بره جلو و یادت باشه که نباید طوری کار رو پیش ببری که خانومت و همسایت فکر کنه که مسئله فقط این هستش که شما ارضا بشی و اون رابطه تموم بشه. حتما برای اون رابطه، حتما برای اون اتفاقی که قرار هستش توی رخت خواب اتفاق بیفته برنامه ریزی کن. سعی بکن بدونی که چه کارهایی رو قراره انجام بدی و بر اساس اون برو جلو تا هم یک سناریوی خوب داشته باشی و از همه مهمتر این که این حس رو به همسر عزیزت منتقل نکنی که این رابطه فقط برای این هستش که تو ارضا بشی. شماره 3، هلن فیشر یکی از اساتید دانشگاه آمریکا هستش که یک جمله خیلی جالبی داشت توی یکی از مقاله‌هاش وقتی که داشتم می‌خوندم. میگه فرق بین همسر خوب و بهترین همسر توی رخت خواب برای یک رابطه جنسی این هستش که همسر خوب میتونه یک رابطه جنسی خوب داشته باشه، ولی بهترین همسر همیشه گوش دهنده خوبی هستش و هم رابطه جنسی خوبی رو ادا میکنه. میدونی یعنی چی؟ شما به عنوان مرد در رخت خواب باید گوش بدین. خانوما شاید دوست نداشته باشن حرف بزنن، ولی ریاکشن ها و اون عکس العمل هایی که نشون میدن و اون صداهایی که ازشون میشنوین به شما میگه که آیا شما خوب عمل میکنید یا نه. شماره 4، یادتون باشه از وقتی که وارد رخت خواب میشین تا وقتی که خارج میشین جزء اون رابطه جنسی هستش. پس فکر نکنین که یک رابطه جنسی فقط لزوماً به چند دقیقه خاصی معطوف میشه. نه، این چنین نیست. پس حتما سعی بکنین که کلیشه‌ای عمل نکنین. حتما سعی بکنین بازی رو تغییر بدین. توی رخت خواب هیچ وقت تکراری کار انجام ندین. رفتارهاتون توی رخت خواب یکسان نباشه، از دفعات دیگه متفاوت باشه و حداقل یک نوآوری در رابطه جنسیتون داشته باشین تا حالت تکراری به خودش نگیره. شماره 5، آقای محترم،
رفتار تو بعد از اینکه رابطه جنسی تموم شد بسیار بسیار مهم هستش. سعی نکن رفتار طوری باشه که خانومت، همسرت متوجه بشه که این رابطه فقط تا وقتی که رابطه جنسی وجود داشت برای تو مهم بود یا وقتی که ارضا نشده بودی. زمانی که قبل رابطه جنسی خودت رو مشتاق یا به قول خودمون یک جورایی نشون میدی که قربون صدقه همسرت میری، همون اتفاق و بیشترش رو اتفاقا بعد از رابطه جنسی هم باید انجام بدی، چرا که خانومت و همسرت باید بدونه که به همون اندازه برای تو مهم هستش که قبل رابطه جنسی مهم بود. شماره 6. آقای عزیز، شوهر گرامی، یادتون باشه وقتی که رابطه جنسی دارین انجام میدین بازی کلش آف کلین نمی کنین. شما قرار نیست برنده باشین. اینجا برنده و برد و باختی مطرح نیست. اینجا همونطور که شما باید ارضا بشی، خانومت هم باید ارضا بشه. پس سعی کن بازی رو دو طرفه ببری جلو و بدونی که چطور این بازی رو که بسیار هم مهم هستش برای نگه داشتن زندگی شاد شما کارگردانی میکنی. شماره 7. یادتون نره حتما به خانومتون و همسرتون بگین و این رو بیان بکنین که بدن خوبی داره، اندام خوبی داره و ازش تعریف بکنین. بهش بگین که برای اون خوب هستین. بهش بگین که برای اون یک زن مناسب هستین برای یک رابطه جنسی. شماره 8. آخرین مورد هستش و مهمترین مورد. خجالت نکشین زوجین. با هم حرف بزنین در رابطه با کجای رابطه جنسی چه ایرادی داشت، حرکت هایی که دوست ندارین انجام بشه. شما از این اتفاق لذت باید ببرین، شما از این رابطه باید لذت ببرین. شما تمام خستگی های شاید یک هفته رو، ده روز رو، نمیدونم، یک مدتی رو با این حرکت باید از همدیگه بگیرین. پس با هم حرف بزنین، اجازه بدین که بدونین دقیقاً چه چیزهایی میخواین. هیچ موردی نداره و نبایدم از هم دیگه خجالت بکشین. شما برای هم هستین و حلال هم هستین و شما هستین که میتونین هم دیگه رو ارضا بکنین. پس بشینین در رابطه با اون چه که قرار هستش اتفاق بیفته بعد از حتی رابطه جنسی حتما بگین که این مورد رو دوست نداشتم یا دوست ندارم این اتفاق دوباره بیفته، چون شوهرتون یا همسرتون کف دستشو بو نکرده و نمیدونه و تا زمانی که شما حرف نزنین ایشون فکر میکنه که شاید شما از اون حالت، شاید شما از اون قسمت لذت میبرید. پس حتما در رابطه با آنچه که اتفاق میفته و شما رو اذیت میکنه یا حتی لذت میبرین و میخواییم بیشتر لذت ببرین با همدیگه حرف بزنین. سخن آخرم با اون شوهرهایی هستش که خانومشون تو خونه هست، زیبا هست، برای اونها هست و مادر فرزندانشون هست و اونا توی کوچه خیابون دنبال زنهای دیگه هستن. یه بزرگی یک حرفی زد توی یک مجلسی خیلی به دلم نشست. گفت این شوهرها، این آقایونی که با ماشین دنبال زنای مردم میفتن، کلی هم پول خرج میکنن، هنوز نمیدونن همون شخص مریض هست، سالم هست، چه دردی داره، اصلا کی هست، و کلی هم منت میکشن و کلی هم خطر رو به جون میخرن و شاید آبروشون هم از بین بره و حیثیتشون از هم بپاشه، بهتر همه این کارها رو برای زن خودشون انجام بدن و زندگی شادتری داشته باشن. امیدوارم از ویدیو خوشت اومده باشه. ویدیو رو لایک بکنین. اگه شما هم دوست دارین از یوتیوب پول در بیارین، برای من ایمیل بزنین و من کمکتون میکنم. پکیج آموزش درآمدزایی از اینترنت هستش. لینکش همین بالا یه جایی داره میچرخه الان. اون رو میتونین کلیک بکنین، بخرین و من باهاتون خواهم بود حتما. ویدیو رو با دوستاتون شیر بکنین، با اونایی که دوستشون دارین، و یادتون نره کانال رو سابسکرایب بکنین و زنگوله کوچیک رو حتما کلیک کنین تا از رسیدن ویدیوهای جدید آگاه بشین. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ. یادم رفت، سبز باشین. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنین. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما رو فالو کنین.